سلام یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 مرداد 99 16 و 17 آگوست 2020 میلادی مدیر بیمارستان جمع وضعیت سلامتی استاد شجریان رو بحرانی توصیف کرد او عنوان کرد که استاد شجریان وضعیت تنفس و فشار خونش کنترل شده ولی سطح هوشیاری کماکان پایینه و هنوز در آی سی یو بستری است استاد شجریان که چندگاهی است با تومور مغزی کلنجار میره و از این بیماری رنج میبره مدتی است که از انظار عمومی غایب و جمعی از مردم بسیاری از فعالین هنری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی نگران حال ایشون هستند. 72 دو دو زندانی سیاسی در زندان فشافویه از امروز به جمع اعتصابیون پیوستند. اعتصاب غذایی که نسرین ستوده آغاز کرد و خواستش آزادی زندانیان سیاسی در شرایط کروناست با سهیلا حجاب در زندان زنان پشتیبانی شد و بعد زندانیان سیاسی بند هشت اوین هم پنج تن پیوستند و اکنون به این هفت نفر هفت و دو, دو زندانی سیاسی دیگه هم اضافه شدن. حکومت با دستگیری مهراوه دختر نسرین ستوده سعی کرد که فضای خبری رو منحرف کنه ضمن اینکه روی نسرین هم فشار بیاره ولی او مهراوه بعد از سپردن وسیقه 100 میلیونی فعلا آزاد شد. پشتیبانی از خواسته زندانیان سیاسی قهرمان یکی از امور واجبی است که در داخل کشور خارج کشور و در بین تمام فعالین مدنی حقوق بشری و سیاسی و اجتماعی باید در دستور قرار بگیریم زرتشت احمدی راغب دیگر زندانی سیاسی هم که در اعتراض به وضعیت خودش پروندش بلا تکلیفی و شرایط بد بهداشتی و کرونا در زندان از دو ماه پیش دست به اعتصاب غذا زده در شست و چهارمین روز اعتصاب غذا در وضعیت بحرانی قرار داره و سازمان عفو بین الملل هم با صدور اطلاعیهی خواستار آزادی فوری او و بستری شدنش در بیمارستان شدیم. جمعی از حزب اللهی ها در مقابل سفارت امارات تجمع اعتراضی داشتند تجمعی که باید اون رو تجمع اعتراض به صلح نامید چرا که امارات راهی رو رفته که صلح با اسرائیل رو همبار میکنه برای دیگر کشورهای عربی و اسلامی و در واقع در فضای تبادود خاور میانه امید بر این است که سرانجام سر, سر آشوب ها به بالین صلح برسه جالبه که پاره مقامات دیگر کشور هم مثل آقای باغری رئیس کل و یا فرمانده سپاه و غیرو هم امارات رو برای این صلح و دوستی تهدید کردند اما هیچ کدام جرأت نکردند که صحبت از قطع رابطه با امارات بکنند برای اینکه به قول رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات که هشدار داده که ما گزینه زیادی نداریم و در صورتی که روابط با امارات قطع بشه و دروازه امارات رو به ایران بسته بشه اون وقت راه تجاری و یکی از گلوگاه های مهم مملکت بستود خواهد شد CNN امریکا از منابع اطلاعاتی که نامشون رو فاش نکرده نقل کرده که امریکایی ها در تحقیقات خودشون به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی به بخش های از طالبان گروه حقانی پاداش میداده برای کشتن امریکایی ها از جمله حمله به پایگاه بگرام که دهها تن در اون کشته و زخمی شدن و سی معتقده که کشتن قاسم سلیمانی از سوی امریکا اساسا در پاسخ دادن و تلافی کشتن امریکایی ها در افغانستان بر حال مدت هاست که جمهوری اسلامی به طالبان کمک میده کمک های سلاح پول آموزش و غیره و در افغانستان نه فقط اونها رو به جون امریکایی ها میندازه بلکه به جون دولت افغانستان هم میاندازه و آشوب و کشت و کشتار در افغانستان رو دامن میزنه در همین حال آقای زنگنه بالاخره به شایعات و غیره پایان داد و اعلام کرد که سوختی که در چهار کشتی آزم ونزوئلا بود از ایران بارگیری شده ولی خب کشتی ها مال ایران نبودند و آقای زنگنه عنوان کرده که پول این سوخت را هم ما فروختیم و گرفتیم البته احتمالا از این فروش های سوریست برای اینکه نشون بدن که از حساب کتاب ایران خارج شده و ربطی برای ارسال به ونزوئلا نداشته ولی امریکا این چهار کشتی رو توقیف کرده و سوخت اونها رو هم احتمالا به فروش میرسونه با مال بار اونها رو و به خانواده های قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی از جمله احتمالا سربازانی که در افغانستان به دست جمهوری اسلامی کشته شدن خواهد داد اما در بلاروس که با انتخابات پر از تغلب آقای لوکاشنکو دیکتاتور بلاروس قصد داشت مجددا در قدرت بمانه و اعلام کرد با 80 درصد آرا برنده انتخابات هست اعتراضات مردم ابعاد گسترده ای پیدا کرده به قول معروف در بلاروس باید گفت دیکتاتور به پایان سلام کن برای اینکه کارمندان رادیو تلویزیون هم به معترضین پیوستند بخشهایی از پلیس به معترزین پیوستند کارگران کارخانهجات اعلام کردن به معترزین میپیوندند و دست از کار میکشند و اتحادیه اروپا هم تهدید کرده که اگر دموکراسی بر نگرده بلاروس رو تحریم خواهد کرد خود آقای لوکاشنکو هم گفته که حاضر کنار بره به شرطی که رفراندوم برگزار بکنه برای تغییر قانون اساسی چون که در اونجا نکاتی رو ایشون به خود بگنجونه که بلکه نجاتش بده صورت باید دید روسیه چه کار خواهد کرد چون که پشتیبان اصلی او روسیه بوده اگرچه اخیرا مشکلاتی با روسیه پیدا کرده بود ولی ایشون رو به قبله کرملین نماز میخونه و دوباره دستش رو به سوی کاخ کرملین دراز کرده این اتفاقات بلاروس اگر منجر به سقوط لوکاشنکو بشه یکی از دایناسورهای دیکتاتوری در اروپا که از آخرین اونها رو هم با مقاومت مدنی و شرکت گسترده مردم به زیر کشیده اما پیش فروش نفت که به عنوان گشایش اقتصادی با سر و صدا از سوی دولت اعلام شده بود و اظهار نظرهای عجیب و غریبی مثل آقای واعظی رو به دنبال داشت که مردم بیان بخرن نفت بشکه چهل دلار و چهل و پنج دلار رو بعد خودش کشتیه کشتی اجاره کنن ببرن بفروشن و حرف های سخیف و بیارزشی از این جنس با من های مختلف از هر سو سرانجام خود دولت فعلا این طرح رو متوقف کرد و اعلام کرد که بررسی بیشتری لازمه بعدا دوباره اعلام میکنه جالبه که در واپس این های حضور آقای روحانی که انصافا یکی از بدترین رؤسای دولت در تاریخ ماسر بوده مشاورشون آقای حسام الدین آشنا سعی میکنه که چهره آقای روحانی رو کمی ترمیم کنه از جمله گفته ایشون بعد از اعتراضات آبان 96 دیگه خیلی محتاط شد روحانی سابق نبود و هنوز هم گزارش درستی از کشتار 98 نداره که باید گفت خاک بر سر رئیس دولتی که نمیتونه گزارش اگر راست بگه گزارش این چنین حادثه مهمی رو بگیره بر صورت ایشون تعبیری که کرده گفته آقای روحانی چون دید کشور در سراشی به سقوطه و ترمز هم نداره تصمیم گرفته که مختا حرکت کنه و با دنده سنگین این سقوط رو به آرومی پیش ببره با امید پیروزی ایران و ایران